او درنو لیدونکو یو بل خبر تر ازودا چې د افغان میرمنو شبکه وایي چې حکومت د سولې په خبرو کې د میرمنو او ځوانانو د ونډې په حق له زد او نقیص خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي چې د استانبول په غونډه کې د ګډون پلاوی دیرش په سولو کې به میرمنې وي. یو شمیر افغان میرمنو د سولې په خبرو او راتلونکي نظام کې د خپلې ونډې د روښانېدو د غوښتنې سربیره ویره وښوده چې حکومت د سولې په خبرو کې د میرمنو او ځوانانو د ونډې په هکله بېلابېلې څرګندونې کوي چې دوی یې ویره ولیدي. ما باید هست کی پرسان بکنیم کیها مسئول هستند. نقش ساختارهای مثل وزارتها و مثل معینیتها و مثل دیگه نهادهای مستقل در این پروسه صلح چی است؟ وقتی که نگوییم که سم ما زنا کم است و ما قناعت با این سم با حضور چهار زن کم رنگ است این را نگوییم، پس ما قبول کردیم که ما بسیار قشر کم و ضعیف هستیم. افغان ځوانان هم غواړي چې د استانبول په غونډه کې د دوی په استازیتوب باید یو شمیر ځوانان برخه واخلي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې هڅه کوي لږ تر لږه دوه ځوانان د استانبول غونډې ته ولیږي. په تفکیک کې جندر یک خواهر ما و یک برادر ما کسایی که بیشترین فعالیت درسی همون دادخواهی ها و عدالت و سازندگی افغانستان داشتن اونا بینوان نماینده های ما در پروسه استانبول باید شرکت داشته باشند. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په استانبول غونډه کې د افغان دولت د پلاوی دیرش سلنه به میرمنې وي. نه تنها در دور میز حضور 30% زنان، بلکه در تمام کمیته هایی که قرار است در حاشیه این نشست صورت بگیره. تر دې مخکې په مسکو کې د افغان سولې لپاره په جوړه شوې غونډه کې د افغان پلاوی په جوړښت کې یوازې یوه میرمن وه چې دې کار تند غبرګونونه راوپارول. او په دې تړاو راسره د افغانستان د سولې کور غړې اغلې نگینه یاري راسره په خپرونه کې ده. اغلې یاري خپرونې ته ښه راغلاست. هغه څه چې مو په ریپورټ کې ولیدل، فکر کوئ چې د استانبول په غونډه کې به د میرمنو ونډه دیرش په سلو کې یعنی 30%؟ سلام خدمت شما و بیننده های برنامه، تشکر بسیار زیاد از اینکه وقت دادین بر ما تا اینکه بحث داشته باشیم پیرامون از این مسئله. میخوایم خیلی واضح و روشن صحبت کنیم پیرامون از اینکه زنها در کجای صلح هستند. اگر بیاییم یک بار وضعیت فعلی را یک تحلیل کنیم، ما در میابیم که موضوعات اساسی که باید تا فعلا حداقل حل میشد پیرامون مسائل سیاسی که ما را میتونست به یک صلح پایدار در افغانستان برسانه، هنوز هم اون مسائل حل نشده باقی مانده. در ضمنش پراگندگی هایی که در داخل نظام امروزی وجود داره، یک برنامه وجود نداره، یک موضوع‌گیری وجود نداره، یک آجندای واحد هم از آدرس واحد وجود نداره و زنها متاسفانه مشارکتشان در پروسه صلح افغانستان در حد گفتار و در حد رسانه ها باقی مانده و اراده واقعی که به خاطر که زنها را حمایت کنن و واقعا بتانن در پروسه سیاسی جایگاه اساسی را بر زنها بتن هنوز متاسفانه وجود نداره. البته هدف ما از جایگاهی است که زنای افغانستان حق سیاسی خود را میخواین. حق سیاسی تنها بر زن مشارکت در انتخابات نیست. زمانی که ما از احف سیاسی یک زن صحبت میکنیم، مشارکت در تمام عرصه ها و در تمام پروسه های ملی میباشد. بحث تنها بحث 30% و 40% نیست. بیاین که اگر ما روی فیصدی ها صحبت کنیم، بنابراین میبینیم که 51% از نفوس افغانستان زنها تشکیل میده. اگر صلح بیاید در افغانستان قرار باشه که 51% نادیده بگیرن، بنابراین اصول بر افغانستان قابل اجرا هم نیست و نمیتونه اصول آینده روشن هم داشته باشه، بلکه یک معامله از مدت یک ماه بدین سو دیدگاه های زنها را از ولایات مختلف، ولسوالی های مختلف، اقشار مختلف جامعه جمع‌آوری میکنه که ما با کتله های مختلف سیاسون، با کتله های مختلف رهبران جوان زن در افغانستان و همچنان اقشار مختلف. اما خانم یاری، اگر بیایم واقع بینانه صحبت کنیم، زنان افغان در واقعیت چی جایگاه در روند صلح افغانستان داره؟ شما چطور میبینین این جایگاه زنان افغان در روند صلح و همچنان چی کرده میتونه خود زنان افغانستان در پروسه صلح افغانستان و یا ای که در داخل خود اجتماع
دستاوردهایی را که داره میتونه که حفظ کنه این دستاورده را یا خیر؟ تشکر. البته میخوایم در قسمت یک روشنی دیگه هم پرتم خانمای افغانستان هستن که هنوز هم بسیار به دور از روشنی و به دور از آگاهی پروسیسل قرار دارن و به اونا تغییر نظام، تغییر آمدن پروسیسل و یا هم جنگ که فعلا جریان داره، تغییر هیچ همو تغییر ملحوظ را در زندگی از اونا دیده نمیتونن، به خاطر ازی که به اونا امو آگاهی دهی و از وضعیت داده نشده که بسیار نگران کننده هست در میان زنای افغانستان. بس دیگه ای است که ما زمانی که از دستاوردهای زنها گپ میزنیم، زمانی که ما میخواییم یادآور شویم که در 20 سال گذشته زنهای افغانستان چی دارند و امروز صاحب کدام جایگاه شدن در اجتماع. البته این نمیتونیم بگوییم که دستاورد زنها، بلکه یک حق بوده که بر زنها داده شده. یک حق به 24% پایین. ما تضمین از پیشرفت‌های زنها و از حضور زنها در آینده و در پس پروسه صلح افغانستان میخواییم. اما صحبت همی است خانم یاری که بالاخره به زنا صحبت همی است خانم یاری که شما گفتین که این حق به زنا داده شده، اما برعکسش حق همان حق است که حق گرفته شوه خودتان به دست بیارین. البته صحبت همی است که زمانی که ما مبارزات انجام میتیم، زمانی که ما دادخواهی ها را انجام میتیم، زمانی که ما برنامه های متفاوت را براه مندازیم، از آدرس های مختلف میخواییم که صدا بلند کنیم، هدف همی است که یک بحثی که حقوق را که تا امروز زنها به دست آوردن و جایگاه را که تا امروز زنها در افغانستان دارن این بحث حفظ شود و در ضمن از این تضمین وجود داشته باشه به خاطر پیشرفت های بیشتر زنها در پس پروسه صلح افغانستان و در جریان مذاکرات. زمانی که ما ادعا میکنیم که باید فیصدی زنها باید بیشتر باشه در مذاکرات پیشروی استانبول و نه تنها استانبول بلکه در تمام پروسه‌های سیاسی که میباشه، اگر روال به این شکل ادامه پیدا کنم و شما میفهمین که پروسه صلح هم شاید بسیار دوام کنه، شاید نه تنها نشست استانبول باشه بلکه چندین نشست‌های دیگه هم شاید برگزار شود. به این خاطر بحث اساسی همی است که در تمام از این پروسه‌ها باید زنها نقش داشته باشه، صدای خود را بلند کنن و همی یک نواپراگندگی که فعلا به وجود آمده که در جنگ زن شامل نبوده در صلح هم نمیتونه شامل باشه، همی صحبت هم از بین بره به خاطر از اینکه زنها در افغانستان همیشه در جنگ شامل اغلی یاری خپل د استانبول په ناسته کې چې میرمنې په هر کچه او په هر فیصدی چې ګډون کوي، د استانبول په ناسته کې بالاخره نړیوال مجبور شوی دی چې د افغانستان د سولې او د جګړې پای ته رسیدو په تړاو باندې بالاخره دیو یو پریکړه وکړي، هغه سیاسي پریکړه چې آیا تاسو فکر کوئ چې هلته به د میرمنو غږ واورېدل شي، په داسې حال کې چې هر یو لوری د افغانستان حکومت او خپله طالبان او په جګړه کې ښکیل اړخونه ټول د خپل ځان په نفع یعنی ګټه باندې کار کوي، نو آیا د افغانستان د میرمنو غږ به هم په دغه ناسته کې واورېدل شي او که چیرته واورېدل شي آیا عملی به هم شي، تاسو په دې معنی باوري هستئ؟ سلامت باشین. البته ما میخوایم یک بحث دیگر هم صحبت کنم که تا امروز هر قدر که زنهای افغانستان مشارکت داشتن و صداهای خود بلند کردن و خواستار ازی شدن که پروسه صلح افغانستان یک نتیجه مثبت زمان میتونه داشته باشه که مشارکت معنادار زنها در اوج وجود داشته باشه. زمانی که ما صدا بلند میکنیم و میخواییم که نماینده های زنهای افغانستان در کنفرانس استانبول اشتراک داشته باشه، پس به این معناست که ما خواستار از این هستیم که همی دستاوردها هم حفظ شد. یعنی هدفتون از صدای معنادار چی است؟ هدفی است که نقش زنها در و همچنان نظر به قطعنامه 1325 که صورت گرفته و نظر به قانون اساسی افغانستان، قانون اسلامی، تمام مسائلی که زنها در او حق داره این مشارکت ها نباید محدود شوه. یک بحث است. بحث دیگه ای است که متاسفانه تا امروز در روی میز مذاکرات بوده و یا هم در نشست مسکو بوده هیچ صحبت روی وضعیت زنها صورت نگرفته که کاملا نگران کننده است. وضعیت تحصیلی زنها چگونه می باشه؟ وضعیت اجتماعیشون چگونه می باشه؟ وضعیت مدنی مشارکت های زنها چگونه می باشه؟ روی از این مسائل تا امروز با تأسف که هیچ بحث صورت نگرفته و این که کدام
ایده ای هم متاسفانه که هیچ آجنده مشخص نبوده. این بیشتر ما را نگران ساخته از این که ما نماینده های خود در وجود داشته باشیم. خب اگر 10 نماینده باشه، 5 نماینده باشه، 5% باشه، 6% باشه، اما بحث پیرامون و وضعیت زنها باید صورت بگیره، جز از آجنده باید باشه و پیرامون از این شاید روزهای روز صحبت ها صورت بگیره تا یک به تفاهم برسیم. خب اگر این وضعیت نادیده بگیره، توجه به صحبت هایی که شما داشتین خانم یاری و نگرانی هایی که وجود داره درباره نادیده گرفتن حقوق زنها در عرصه های مختلف و به خصوص در عرصه روند صلح افغانستان، با توجه به این نگرانی ها بالاخره چی خواهد شد؟ خانم یاری شما چی فکر میکنین و چی جای حل ها را پیشنهاد میکنین به زنای افغان ها؟ البته در این قسمت ما پیشنهاد هم میکنیم و عملا روی یک برنامه هم کار جریان داره از آدرس خانه صلح افغانستان که ما بتانیم زنای افغانستان اجماع خود داشته باشند، صدای خود داشته باشند و به خاطر کنفرانس پیش رو باید یک قطعنامه بسیار قوی از آدرس زنای افغانستان وجود داشته باشه به این که وضعیت زنا، حق زنا نادیده گرفته نشه. یک بحث است. بحث دیگه هم ای است که ما خواستار از این هستیم از حکومت افغانستان که در این قبال صادقانه عمل کنه و زنا را حمایت کنه. در بحث بعدی جامعه جهانی و امریکا نباید اجازه بدن که با سرنوشت مردم افغانستان بازی صورت بگیره. مردم از وضعیت بسیار نگران هستند و واقعا خسته شده. یعنی هر روز جنگ، هر روز بازی‌های مختلف در افغانستان، هر روز بازی‌های مختلف با سرنوشت مردم افغانستان، نه تنها با آینده زن بلکه با آینده هر فرد از این مملکت بازی جریان داره. همگی از این وضعیت خسته شدن و واقعا بیاییم که صادقانه حمایت کنیم و صادقانه بتانیم که پروسه موفق شود. اگر حمایت مردم در این پروسه نباشه، وضعیت زنها در این پروسه تعریف نشه، بین یک دو گروپ این تفاهم سیاسی صورت بگیره، صلح در افغانستان نتیجه نمیده. عضو خانه صلح افغانستان خانم یاری نگینه یاری بسیار زیاد تشکر. او درنولی دونکو پا همده سر رو رسید و در آغاز روز خبرونه پای تا و رس بخیر.